درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 21 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمتتون هستم. امروز اندکی دیر شد به خاطر قضایایی که داشتیم تحقیق میکردیم اینجا. مطلبی خواستم نخست خدمت شما عرض کنم، این است که به حمدالله اسم ما هم برند نیم شده. بله، وقتش است که کراوات مشیری، اودکلون مشیری، پوتین، بله اگه طرفدار دیکتاتورا بودیم، چماق مشیری، باتوم. حالا این شوخی بود، مقصود این که هر کسی داره یه سایت باز میکنه مشیری، بعد یک مش حرفای لاتائل و اینها. شما رو من قسم میدم به ریش پرخون حبیب بن مظاهر نکنید این کار رو. یه سایت درست کردن مشیری بوت، حالا بوت هم شدیم، مشیری بوت، بعد زیرش یه چیزای از ما پخش میکنه، یه چیزای چیزی هم که از به ما مربوط نیست نیز میکنه. دیدم یک نامه نوشتن به نام مخلص به آقای ترامپ که آقای ترامپ بیا این کارو بکن، اون مملکت بگیر، این مملکت خراب کن، چه بکن، برام مشیری. و میخوام خدمت شما عرض کنم، اگر چیزی در واقع فیسبوک بنده بود، مال مخلص هست، و اگر مطلبی هم هست یا در سایت بهرام مشیری بود، مال بنده است، به جز یک مورد که مشیری با دو تا آی اون آخرش و اون دوست عزیز من در اروپا این رو دایر کرده و توجه خیلی ها رو جلب کرده، ایشون به جز ایشون بقیهش دیگه به ما مربوط نیست و بنده مسئول این داستان ها نیستم. خواهش میکنم هموطنم این کارو میکنن نکنن، لطفا نامه ننویسن، مقاله ننویسن به نام ما، این درست نیست، به لحاظ اخلاقی هم صحیح نیست. خلاصه دیگه نمیدونم. خب ما بریم ببینیم که از سعدی چیزی پیدا میکنیم یا این که برای شعر خوندن دیر شده. اجازه بدید که ما به یک سوال جواب بدیم. اول دوستی زنگ زدن با اصرار و الها که آقا این آب سنگین چه چیزیست؟ آب سنگین یعنی چه؟ خدمت شما عرض میکنم که ما یه آب داریم، یه آب سنگین. آب معمولی یعنی H2O از دو هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل شده. لطفاً فرمول آب رو نشون بدین قرمتون برم. بله، و این دو هیدروژن در یک خط مستقیم نیست که اکسیژن اینجا باشد و هیدروژن ها اینجا، نه. اگر چنین می بود خواص فیزیکی آب این نبود که ما میبینیم. خواص فیزیکیش مثل فرض کنید، بله ببینید زاویه‌ای داره. اگر ما یک خط بکشیم از مرکز این اتم به اون دو تا هیدروژن، ببینیم که اون زاویه از در واقع در یک خط نیستن، بنابراین زاویه ایجاد کردن. و خواص آب از این زاویه میاد، دو تا هیدروژن اونجا هست، یک اکسیژن، این آب معمولی است. خواصی نظیر بویلینگ پوینت یا نقطه جوش و بخار و غیره مربوط است به این زاویه. بنابراین این آب هست و این مهمترین چیزی است که در یونیورس هست. به جهت اینکه آب نباشد ما نمیتوانیم، عرض میکنم که، حیات داشته باشیم. بسیار خوب، حالا بریم سر هیدروژن که هیدروژن چه نقشی داشته. هیدروژن ساده ترین عنصر در جدول مندلیف هست، به جهت اینکه یک پروتون داره و یک الکترون. بله نشون بدید، بله این در واقع اتم هیدروژن هست، یک الکترون داره و یک پروتون، و چارج الکتریکی پروتون برابر با چارج الکتریکی الکترون هست، با این تفاوت که پروتون بار الکتریکیش مثبت و الکترون منفی هست. بنابراین اینها در تعادل هستند و اتم در واقع استیبل است هیدروژن.
حالا می رویم سر دوتریوم. دوتریوم در واقع یک ایزوتوپ از هیدروژن هست که یک پروتون داره، بله یک پروتون داره، یک الکترون داره، ببخشید یک پروتون داره، یک نوترون و یک الکترون. بنابراین این دوتریوم هست و اگر یک مرحله بالاتر بریم دست راست اون تریتیوم هست اینجا، بله این تریتیوم هست، بله یک پروتون داره، دو تا نوترون داره، یک الکترون و دوتریوم، یک پروتون، یک نوترون و یک الکترون. بنابراین اگر ما به جای اون هیدروژن ها که دیدیم در آب معمولی بود دوتریوم استفاده کنیم می شود آب سنگین. آب سنگین این داستان مکشوف نبود تا سال 1931 یک دانشمند آمریکایی به نام یوری. عکس این دانشمند نشون بدید قربون. بله این یکی از بزرگترین فیزیکال کمیست های تاریخ علم هست. البته فیضی قم نرفته بود متاسفانه، علمش میلنگید. بله ایشون آمد و ایزوتوپ هیدروژن رو کشف کرد و این مرد یک تئوری داد، گفت در ابتدای خلقت بعد از داستان بیگ بنگ، حالا بیگ بنگ اون زمان هم خیلی گسترده نبود، اون چه بود در واقع هیدروژن بود و ازوت بود، ببخشید بله در واقع ازوت بود و هیدروژن بود و ببخشید ازوت بود و متان بود و هیدروژن و شاگرد این آمد و ثابت کرد در آزمایشگاه که اگر ما یک جریان الکتریکی یعنی یک رعد و برق ایجاد کنیم اسیدهای آمینه تولید میشه از این مواد نخستین و اسید آمینه در واقع مایه اصلی حیات هست، مایه اصلی حیات هست. این آقای یوری به خاطر این کشف بزرگش یعنی کشف ایزوتوپ های هیدروژن که دیوتریوم باشه و تریتیوم جایزه نوبل گرفت. این شخص آمریکایی بود، بچه ایندیانا بود و یکی از معروفترین فیزیکال کمیستای قرن بیستم هست و کشفش کشف بسیار مهمی بود. و بعد این آب سنگین که تولید شد به چه در میخوره؟ آب سنگین، آب سنگین به عنوان مادریتور در نیروگاه های اتمی در واقع به کار میره که حرکت در واقع نوترون ها رو که رها میشن بر اثر سوخت و ساز اتمی کند میکنه. بنابراین به عنوان مادریتور، یعنی شما بخواید که انفعال اتمی داشته باشه کنترل شده مادریتور لازم دارید. مادریتور یکیش گرافایته که یک نوع زغاله، یکیش هم همین آب سنگین هست. و اولین کشوری که عرض میکنم که آب سنگین تولید کرد انگلیس ها بمبارونش کردن و عرض میکنم که و امروزه ببخشید متفقین بمبارونش کردن و امروزه 4 یا 5 کشور تولید آب سنگین میکنن، یکیش کاناداست و بقیه از اونها میخرن. و این کارخانه‌ای که در نروژ از ابتدا آب سنگین تولید میکرد بعد از بمباران متفقین دیگه از کار افتاد و دوباره کارخانه رو ساختن و نروژ امروز هم تولید آب سنگین میکنه. و اینها در واقع دانشمندان آلمان این رو داشتن تحقیق میکردن برای اینکه انجین اتمی بسازند برای زیردریایی، اینها تو فکر بمب اتمی نبودن. و مشهورترین اینها آقای هایزنبرگ بود، وایسکر بود، دایبنر بود، اینا دانشمندان خیلی بزرگی بودن در اون روزگار و استفاده میکردن از زغال برای مادریشن
زغال کثیف بود. این دانشمند به گمراهی رفت و گفتن ما بایستی برویم به نروژ و آب سنگین بیاریم، با آب سنگین چه آزمایش ها رو انجام بدهیم که انگلیس ها اون کارخانه رو در نروژ بمبارون کردن. یک کارخانه دیگه هم بود در یک جایی به نام ایران. ایران یک کشوری است، اطلاع ندارید کجاست، منم نمیدونم کجاست، عرض میکنم که شروع کرده بودن به ساختن آب سنگین مثلا. بعد گفتن آقا این آب به قدر کافی سنگین نیست، درش سیمان بریزیم. بنابراین در تمام این دم و دستگاهشون سیمان کردن. گفتن سیمان سنگین تر از آبه. بله، اینم آب سنگین ساختن آخون. بله، خب ملا به همین منظور میخواستن دیگه آب سنگین رو. ببخشید، عذر میخوام از شما. خب این هم پس فهمیدیم که آب سنگین چی هست. یعنی ما آب سنگین رو، البته در طبیعت هم هست اگر خطا نکنم، و من قریب 20 سال پیش مقاله نوشتم در آب سنگین، هنوزم تو سایت هست. در طبیعت هست، به ازای هر 8000 مولکول آب معمولی در دریا یک مولکول آب سنگین هست. اینکه خب میشه این رو جدا کرد، ولی خب کار بسیار بسیار مشکلی است. بس آب سنگین رو ما شناختیم، از دوتریوم هست و اکسیژن تولید آب سنگین میکند و خواصش شبیه آب هست، منتها این سنگین تره، نقطه جوشش بالاتره، نقطه تبخیرش بالاتره و دنسیتیش هم اندکی بالاتره. یعنی آب اگه یک هست او 1.1 هست. این توضیح بود برای آب سنگین. بسیار خوب، ما در دو سه جلسه گذشته در باب برامکه صحبت کردیم. امروز میخواستم که در ارتباط با خرمدینان صحبت کنم و کشتن بابک خرمی یا خرمدین. و یادم آمد که دیروز شب یلدا بود و از اعیاد قدیم ایرانیان هست. ما ایرانیان گرفتار شدیم، آقا گرفتار شدیم به دست این دزدان مدینه و اعیاد و تعطیلات ما امروز. یا یکی رو سر بریدن یا باید سر یه چیزی رو ببریم، یا یکی رو سر بریدن ما باید تعطیل کنیم، گریه کنیم گوشه خونه. خب خیلی ها رو سر بریدن، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو کرم الله بچه با شمشیر رفقا کشتنش، رفقا خودش کشتنش، داستان برشه. حضرت امام حسین علیه السلام رو کشتنش با یارانش 72 نفر، داستان برش. و بعد هم غیر از اینها وقتی هم که به دیدار خدا می رویم اونجا هم باید برش بدیم، یه چیزی بکشیم. قدیما فقط شطور می کشتن، چیزی که نداشتن. حالا یه گوسفند هم قبوله، یعنی به دیدار خدا هم می رویم باید یه خونی بریزیم. بله، باید یه خون ریزی بکنیم. بنابراین تمام این اعیاد ما یادگار وحشی های قدیم هست و غم و درد و رنج و اندوه و مسائلی که به ملت ایران هیچ ارتباطی نداشته، در تاریخ مملکت هیچ نقشی نداشته. اعیاد ما که هست جز شادی و خرمی، در یکیش نه خون ریزی هست نه چاقو کشی هست، در یکیش کاملا انسانی، برای نزدیک شدن دلهاست، برای انسانیت هست، برای شادی و نشاط هست. انسان نیازمند نشاط و شادی هست. گفت من و او هر دو به حجره در و میمونس ما باز کرده در شادی و در حجره فراز. بله، اینها دشمن نشاط و شادی هستند، دشمن ذوق ذوق هستند و از ابتدا همین طور بوده. بنیانگذاران اسلام هم همین اخلاق اینها رو داشتن. باور کنید به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر خلاف عرض نمی کنن. اگر که صدای سازی می آمد
بنابراین موهبت عظیمی که نصیب اسلام شده، این چند تا خلیفه عباسی بودن، معاویه خودش یک موهبتی بوده برای اسلام، اینا که آمدن و مدرسه ها ساختن و آثار یونانی رو ترجمه کردن، آثار بیزانسی رو ترجمه کردن، آثار هندی، علوم رو بین مسلمانان اینها رایج کردن. حالا به این آخوندا میگویید که آقا چگونه است این داستان اسلام؟ میگوید که اسلام عمدتا دو شعبه است. 1,200,000 میگیرم چی چکم دارم 1,200,000,000ش که کافر هن. خب کافر هن و اصلا جز آدم نیستن. ما شیعیان پاک و پاکیزه هستیم، یه 200,000,000,000ی میشیم روی هم رفته اینها، این یکیش. خب دیگه چی؟ بعد 50% هم که زنا هستن که اونام جز در واقع آدم کامل به حساب نمیان، نصف آدم هن. خیلی خوب، پس این چه دینیه که 1,300,000,000ش کافرن و این چه دینیه که 50% از سوی دیگر آدم نیستن؟ شما ملاحظه بفرمایید، خود شما قضاوت کنید. اگر بنده اغراق میکنم، اگر اشتباه میکنم، ما تصحیح کنید، ارشاد کنید. بله، این داستان ما ایرانیان بوده. حالا دوستی به من زنگ زدن که آقا یه کاری کنید، بگید این مسیحیت بکوبید، این بهائی‌ها رو بکوبید. آقا ما که دشمن دینی کسیست، ما با دین کاری نداریم، ما جنگ دینی نداریم. اصلا من آدم دینی نیستم که راجعش بخوام صحبت بکنم. برادر من، اگر ما نقد میکنیم، در تاریخ اسلام نگاه میکنیم و این شخصیت‌ها رو بررسی میکنیم به جهت این همه هست و نیست مملکت و آزادی و حیثیت ایرانی رفته در یک ترازو و این داستان دین هم آمده در یک ترازو و با تئوری دین و با تئوری نمیدونم ولایت فقیه و با احکام عقب افتاده دین حیثیت و شرافت و آزادی رو از ما گرفتن، درد ما آزادیه. بنابراین با دشمنش بایستی ما هم روبرو بشویم. آقا درد ما که درد دین نیست که عزیزم. جامعه زیباست اگر متلون باشه، اگر رنگارنگ باشه، نه اینکه گردن همه رو بزنی 100%. هر جا دیدید جامعه 100% مثل جامعه عربستان، باید فرار کرد، باید فرار کرد از اون جایی که اقلیت ها نیستن. جامعه ایران همواره ادیان مختلف در زندگی میکردن، اصحاب ادیان مختلف در روزگار ساسانی تا برویم به روزگار هخامنشی اینها بودن. امروز هست که ارامنه که مسیحی بودن گریختن، زرتشتیان گریختن، یهودیان گریختن، داره آرام آرام مملکت ما مثل عربستان سعودی میشه دیگه. اونجا 100% وهابی باید باشین، اینجا 100% شیعه 12 امامی. حیف که اینا عکساشون حرام بود که بکشن یا بذارن، وگرنه یک عرض میکنم که چیزی درست میکردیم، از حبیب ابن مظاهر منداختیم گردنمون، همین 80 میلیون. خب امیر جان، یک کاری بکنید، یک موسیقی چیزی، یک هرچی هست. بله، هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان، دو نامه هست در تاریخ طبری.
یکی از منصور، یکی از محمد ابن عبدالله ابن در واقع محمد ابن عبدالله، اینا نوادگان حضرت امام حسن بودن علیه السلام. خب عرض کردم از ابتدا بازی بازی قدرت بوده. شما نگاه کنید به رژیم ایران و بازی قدرتی که در گرفته چند ساله، جبهه رفسنجانی، جبهه خامنه‌ای و سایر جبهه‌ها که شما بیشتر مطلع هستید و اینها حاضرن هر نوع قتل و جنایتی انجام بدن که قدرت در دست اونها باشد. بیشترین جنایات رو این آقای خامنه‌ای داده در مردم ایران هرگز جنایتکار نبودن، در سوریه انجام میدن، هر روز هم تعدادی کشته از اونجا دارن برمیگردونن، بچه های ایران دارن به کشتن میدن به جهت اینکه سیاستهاش اعمال بشه و این ماجراجویی که ایران ابداً و مطلقاً نیازمند اون نیست. یک کشور فقیری هستیم ما، 60% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و همه ثروتشون به دست این آقا، این طرف و اون طرف، هر کس هم که بخواد صحبتی بکنه گوشه زندان یا او رو میکشن. همیشه همینطور بوده، قدرت در دست یک نفر یا در دست یک گروه، این زایای فساد مطلق هست. هموطنان، هرگز جستجوگر دیکتاتور نباید بود. باری اینها مثل دو خط مستقیم اینها با هم رقابت میکردن رویاروی، یکی اولاد علی، این از تبار حضرت علی علیه السلام، و اون بنی امیه و بعد بنی عباس. گمان میکردن که اگر بنی عباس بیان از بنی امیه بهترن، هزار پله بدتر بودن، آدم خارتر و آدم کشتر بودن. این ابو جعفر منصور دوانیقی، این یکی از اون جنایتکاران به نام تاریخ اسلام هست و خلیفه خیلی لایقی هم بوده، یعنی سیاست خودش رو بلد بوده و چند بارم به خطر افتادن داره. محمد ابن عبدالله، عرض کنم که می شود نوه حضرت امام حسین یا نبیرش، اینها رو علیه تیز قیام کرده بود و بسیار منصور وحشت داشت، بنابراین نامه نگاری شده است. من این دو نامه رو می خوانم خدمت شما و خیلی مهم هست توجه، بسیار چیزها میفهمیم از این نامه ها و در واقع یک پایه‌ریزی محکمی می شود برای شناخت این تشکیلات خلفا و این دو گروه، یعنی اولاد علی چون خودش با معاویه در افتاد و غیر از امام حسن که تسلیم شد و پول خیلی زیادی هم گرفت، امام حسین در افتاد با یزید و از یحیی بن زید داریم، زید بن علی بن الحسین رو داریم، یعنی پسر امام چهارم، که اینا همه جنگ کردن و شکست خوردن و ادامه داشته است تا روزگار عباسیان. و این محمد ابن عبدالله هم یکی از اونهاست که بسیار هم شجاع بودن اینها. یحیی بن زید بسیار شجاع بود، این زید ابن علی بسیار شجاع بود، اینها فقط امام حسین رو برکشیدن، در حالی که اینها بسیار از او شجاعتر بودن. او گیر افتاد، فکر کرد گیر نمیفته، گیر افتاد. اینا میدانستن که چه میکنن و میدانستن که جانشون در خطره، اما پای به میدان گذاشتن، اما کشته شدن چون طرفدارشون رهاشون کردن. خب در موضوع زید، 20,000 نفر با او بیعت کردند که در یک روز بیان بیرون و حکومت بنی امیه رو سرنگون کنن و رئیسشون آدم فرستاد که شما آیا عمر و ابوبکر رو لعنت میکنید یا نه؟ گفت من هرگز چنین کاری نمیکنم. اینها یاران نزدیک رسول بودند، مشاوران رسول بودند، خیشان رسول بودند، من چگونه اینا را لعنت کنم؟ این واژه رافضی
از اونجا اومده. رفزو زیدن یعنی زید در واقع خارج شد، حالا کامل شما یادم نیست، و دور شد. بنابراین رافضی یعنی کسی که دور شده از دین، به ایرانیان رافضی میگوین. باری خب من از مت میخونم که اصالت کار حفظ بشه اینا. خب منصور اومده و نامه نوشته بهش، میگوید من عبدالله امیر المؤمنین الى محمد ابن عبدالله بسم الله الرحمن الرحیم الى آخرش، بعد آیه قرآنی. پس گفت ببخشید، پس گفت تو را عهد خدای و پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر بازگردی و توبه کنی پیش از اون که به دست من گرفتار شوی من تو را عفو کنم و زینهار دهم. همون قولایی که به ابو مسلم داده داره به محمد ابن عبدالله. زینهار دهم تو را با هر که تو خواهی از متابعان و اهل بیت تو و ضیاها و جایگاه های شما که گرفتم به مدینه باز دهم. این کار جناب آقای خامنه ای دام اقبال جدید نیست که مصادره میکنه، از قدیم پادشاهان عرض میکنم که حاکمان خلفا کسی که مورد عتاب قرار میدادن و عرض میشود که دشمنی میشد اموالش رو ضبط میکرد، میگه هرچی ازتون گرفتم به تو میدم، تو من اعتماد کن و بیا زیر پرچم ما، من نه تنها تو رو عفو میکنم، متابعان تو یعنی رفقات و خیشان تو همه اینا و اموال و ضیاها که از شما گرفتم به شما پس خواهم داد. بله. و تو را هزار هزار درم دهم و هر شهری که تو خواهی از مشرق تا مغرب و تو را اونجا گه بنشانم ایمن. 1,000,000 دینار هم درهم هم بهت میدم، درهم سکه نقره است، دینار سکه طلا، 1,000,000 گو به تو من میدم، هر شهری هم که بخواهی، یعنی منظور که حکومت هر شهر رو که بخواهی، یعنی درآمدش هم دیگه منظور نظر هست، از غرب و شرق عالم اسلام در اختیار تو میذارم و کس تو را نیازارد و اگر بدین نامه استوار نداری هر که را خواهی از اهل بیت خویش بفرست تا پیش او تو را سوگند خورم و هر شرطی و استواری که تو خواهی بکنم. و سلام. نامه کوتاه از منصور خلیفه عباسی به محمد ابن عبدالله، در واقع نوه حضرت امام حسن، هرچه خودش اهل مماشات بود این بچه ها نوه ها شجاع بودن و گردن فراز. و نامه به مردی داد نام او ابوالقرا و او را به مدینه فرستاد و نیز گفت بنگر تا حال او خود چگونه است، یعنی جاسوسی کن. ابوالقرا برفت و به مدینه شد و نامه به محمد داد، محمد نامه برخورد و اون را جواب کرد و فرستاد. خب حالا این نامه، این مهمه، نامه استدلال های منصور هم خیلی مهمه که بعدش خواهد اومد. میگوید من عبدالله المهدی محمد ابن عبدالله الى عبدالله ابن محمد بسم الله الرحمن الرحیم، بعد آیه قرآن، و گفت اون زینهار که مرا بر تو عرضه می باید کردن تو بر من عرضه کردی، یعنی من تو رو باید ببخشم، تو میخوای منو ببخشی، و زینهار که من تو را باید دادن تو مرا همی دهی که حق امامت فرزندان پیامبر را صلی الله علیه و سلم. میبینید آلهه درش نیست، این آلهه کار ما رافضی هاست. چی آلهه؟ به چه دلیل آلهه؟ چه کاره بودن آلهه؟ خب محمد میگیم پیغمبر، من که به پیغمبر نمیشناسم، خود شخص من هر کسی از آسمان بیاد یا از آسمان پست بیاد یا ایمیل بیاد نه، ولی خب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و آلهه که چی؟
یکی اون دوتا هم نبودن این آل که کاری هم که نبودن. خیلی خوب میگوید امامت و خلافت و حکمرانی حق ماست، نه فرزندان عباس را، و شما که این کار بیافتید به نام ما یافتید و خر را به آل پیغامبر علیه السلام خواندید تا شما را اجابت کردند و آل پیغامبر صلی الله علیه و سلم فرزندان فاطمه اند. گر شما از قبل عباس فرزندان عمید، ما از قبل بوطالب فرزندان عمیم و از قبل علی فرزندان وسیعیم، و ما را هم حق فرزندی است و هم حق نیازادگی و هم حق وصیت، و شما را چه فخر است و چه حق است اگر فخر مسلمانی کنید. سبقت و فخر پدران ما راست که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نخستین کس بود که مسلمان شد و از پس او مردمان از دو گونه مسلمان شدند، گروهی به تو و گروهی به کره. داره استدلال میکنه که حق قدرت و حکومت مال ماست. ببینید بازی فقط سر قدرته. اگه اینا اهل دین بودن بازی میرفتن تو مسجد، میرفتن در جوار حریمین شریفین، اونجا عبادت میکردن مثل عبدالله ابن عمر. داستان شمشیر و عرض میکنم پول، زور و پول، داره استدلال میکنه که قدرت حکومت باید مال ما باشه. بله خب، و پس از او از دو گونه مسلمان شدن، گروهی به تو و خیلی خوب میگه بعد از اینا دو گروه مسلمان شدن، گروهی به میلشون، گروهی به با کراهیت. و پدرتان عباس از اون جمله بود که از بیم شمشیر علی مسلمان شد و روز بعد علی او را اسید کرد و از بیم شمشیر به مسلمانی اندر آمد به کراهیت. و اگر به جاهلیت فخر کنید، فخر جاهلی و ریاست قریش و مهتری بوطالب را بود و عباس را نبود، و به بهشت اندر فخر ما راست که پدران ما حسن و حسین مهتران اهل بهشتند. و پیامبر علیه السلام گفت الحسن و الحسین و سید شباب اهل جنه من اولین و آخرین، و اگر به دوزخ گویی هم فخر ما راست که جد ما بوطالب مهتر دوزخ است و کم عذابتر. خب میگوید ما حتی در جهنم، در بهشت و جهنم هم باز ما برتر از شما هستیم. علی اولین کس بود که مسلمان شد و بعد عباس که پدر بزرگ شماست. این بابا از ترس شمشیر علی مسلمان شد در جنگ بدر. راست میگه، عباس آمده بود در جنگ بدر که با محمد جنگ کنه، اسیر شد و بعد بردنش مدینه، دستش هم بسته بودن و اینها. محمد خیلی ناراحت بود از این داستان، گفت دستای عموی منو باز کنی. خب و بعد میگوید که مهتر جهنم هم، رئیس جهنم هم مال ماست، ابو طالب تو جهنمه ولی عذابش از بقیه کمتره، سرور جوانان بهشت هم حسن و حسین هستن، پس ما هم بهشت رو داریم. همش صحبت سر داشتن ها ملازم میفرمایید، و هم جهنم. حالا چرا ابو طالب در جهنمه؟ پدر علی چون مسلمون نشد. هر چه حضرت محمد نشست پای تختش در حال نزد بود و التماس زلیله کرد که یا ام بگو اشهد ان لا اله الا الله، پسر جمع کن این داستانها رو به من نگو که زنان عرب پشت چرخ ها نشینند و به من بخندند که بوطالب رئیس قریش هنگام مرگ بترسید و دین نیاکان دست باز داشت. و من هرگز چنین نکنم. مرد. پس ابو طالب به قول خودشون کافر مرد، یعنی پدر حضرت علی یک آدم کافری بود. میگه ولی یه امتیاز داره، چون پدر علیه تو جهنم عذابش کمتره. خیلی نامه ها جالبن، واقعا خوندنیه. چنان که پیامبر فرمود صلی الله علیه و سلم، بله
میگه که ابو طالب اخف بله اخف الناس عذابا، ابو طالب اخف الناس عذابا، یعنی اخف یعنی کمتر، خفیف از خفیف میاد، از تمام مردم عذابش کمتره، خفیفتره. خیلی خوب گفت از همه اهل دوزخ بو طالب را عذاب سبکتر بود، پس گر فخر به مادر کنید بدانید که مادران شما را با مادران ما نتوان بردن، که مادر ما فاطمه بود دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم، و فاطمه دختر خدیجه بود بنت خبیل، پس فخر این جهان و اون جهان و بهشت و دوزخ و پدر و مادر ما راست، و امامت و خلافت حق ما راست، و زینهار ما به شما باید دادن، و تو را خود چه زینهار است، و با تو خود کدام عهد است، و به کدام وفا مرا زینهار خواهیدن دادن، بدان وفا که یزید ابن عمرو ابن حبیره را دادی، یا بدان زینهار که عمت را عبدالله ابن علی را دادی، یا بدان امت که بو مسلم گذاردی، یا بدان امامت که به ابو مسلم گذاردی، و سوگندان که او را خوردی، و تو دانی که بیعت من اندر گردن تو لازم است، بدون وقت بنی هاشم با من به مکه بیعت کردن، تو نیز بیعت کردی به روزگار مروان، و این اکنون بر تو واجب است. و سلام. خب این گفته بود بیا من تو رو میبخشم و چنین و چنان. گفت من عهد و میثاق تو رو با مردمان میشناسم. همینا که نام برده بود کسانی بود که این قسم خورده بود و قسم قرآن، همه چی به محضی که دست یافته بود کشته بود، مثل آخوندهای امروز. چه مایه آدم های ساده دل، نه ساده دل، آدم های شریف اعتماد کردن. یک سرهنگ که اسمش من یادم رفته، به اعتماد به قسم قرآن آخوند رفت ایران، نیاسود از ره به قول فردوسی گرفتن رو کشتن. کسی که به آخوند اعتماد کنه جز ادبار و بیچارگی چیزی نصیبش نمیشه. خیلی خوب، حالا منصور که بزرگترین حیلگران و سیاست بازان بود و مردان آگاه نویسندگان خوب جمع کرده بود، جواب داده. این جواب ها به درد ما میخوره در این لحظه از روزگار و زمان، استدلالاش به کار ما میاد وقتی اینا ادعای امامت میکنن و اینها، و بعد ما جانشین امام هستیم و از این جور داستان ها به کار ما میاد. خب پس منصور جواب کرد و گفت، دو دقیقه میشه وقت نداریم، نامت خواندم و اون فخرها که یاد کردی بدانستم، اما اون فخر که به مادران کردی خدای نسبت از مادران بریده کرده است، چه نسبت پدران و عمان راست. میگه که مادر که چیزی نیست، زنا که چیزی نیستن که حالا مادر بخواد مایه افتخار باشه. افتخار از پدر است. ببینید این تعلیمات اسلامی است. شما رو به ریش پرخون حیوان مظاهر ببینید. تو بختیاری یه مسئله هست که اصل مادره، پدر رهگذره. اسلام میاد میگه که نه، اون کسی که در واقع طبیعت یا خدا درش آفریدگاری گذاشته، مادر، مثلا پدیده چیزی انسانی به پای مادر نمیرسه. این غریزه ناگفتنی که از محبت کودک در ذهن مادر هست رو چگونه میشود در جای پیدا کرد؟ و میگوید که بله، تو داری به مادرت افتخار میکنی، بنداز دور آقا، باید به پدرها افتخار کرد. وقت ما تموم شد. استدلالاش جالبه. حالا برمیگردیم دفعه آینده دنبال نامه منصور رو میخوانم. ما باید این اسلام رو بشناسیم. اگر اسلام شناسی ما ضعیف باشه از سرچشمه ها، نبیایم دنبال خمینی و نمیدونم سید ابوالحسن اصفهانی، نه، اونا اولیا، اونها
بعد میفهمیم که اینها چه میگن، هم زبانشون رو میفهمیم، هم اعمال حرکاتشون رو هم میفهمیم، پیش بینی هم میتوانیم بکنیم که اینا چگونه عمل خواهند کرد در مقابل چه انگیزه چه کار خواهند کرد. خب وقت ما تمام شد، با سپاس از امیر گرامی و سپاس از شما، شما رو به خداوند مهر می سپارم تا برنامه آینده. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.